خیلی ساده است. دامنه میان چارکی خیلی ساده است. انحراف معیار خیلی جدی و خیلی خفنه و هرگز تو امتحان نهایی نیومده. ایشالله امسال بیاد. چرا نیاد؟ ایشالله امسال بیاد. من به یکی از سوال امتحان نهایی سوال دو اگه نگاه کنم پایین خودم انحراف معیار اضافه کردم، گفتم آجی اینم بگو اینم یه وقت اولین بار اومد غافلگیر نشیم آجی جان. سه نوع شاخص پراکندگی داریم: دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی که خب چارک ها رو اونجا اول قراره بخونیم، بعد دامنه میان چارکی و انحراف معیار. حالا این خیلی مهمه، میگم ابلن دیگه بچه‌ها که سوال جدی بدن درست نادرست جاهای گیر اینان. ببین اینا درست نادرست زیاد میدن، بچه من حواسشون باشه. میانگین از بین مرکزی ها و انحراف معیار از بین پراکندگی ها. اینو من با اجازهتون اصلا پاک میکنم چون خیلی گلابی هستن، اصلا کتاب خیلی روش بحث نمیکنه. تو امتحان نهایی ممکنه بگم پیدا کنید ها، اما بحث نمیکنه. گوش کن، میانگین از تو مرکزی ها و انحراف معیار از تو پراکندگی ها بچه به درد مواقعی میخورن که داده هاتون متمرکزه، یعنی خیلی پخش و پلا نیست. مثلا این معقوله، مثلا یک تا ده. داده های غیر متمرکز، داده های پخش و پلا یعنی چی؟ یعنی مثلا یهو همه داده هات یک تا ده باشه، یهو یه دونه 2579 هم داشته باشه. این مثلا شروبه داده پرت اومد تو، یه داده ناجور اومد. خب میانگین و انحراف معیار رو واسه موقعی استفاده میکنن که داده ها متمرکزه. حاجی جان من، میانه و دامنه میان چارکی رو موقعی استفاده میکنن که یهو داده پرت ناجور داریم. اینم در جریان باشید. خب حالا قطعا شما توقع دارید من دونه دونه اینا رو به شما بگم چجوری به در آقا میانه کیه، چارک چیه، میانگین حالا احتمالا میدونی، دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی، انحراف معیار، اینا کیان و چگونه حساب میشوند. با من باشید، در قالب حل مسئله خدمتتون خواهم گفت. یه سری داده آماری اینجا داده، ازمون میانه و چارک ها رو پرسیده. بچه من دقت کنید، شما وقتی ازتون میانه میپرسن یعنی چی پرسیدن؟ بچه میانه اسمش روشه، میانه تموم شد. میانه داده ای که میان قرار. اگر داده ها رو مرتب از کوچیک به بزرگ بنویسید، اون داده ای که وسط قرار میگیره، اون داده ای که میان قرار میگیره، اون رو بهش میگه میانه. من الان اینا رو مرتب میکنم از کوچیک به بزرگ، از کوچیک به بزرگ. ببین اول 30، بعد 40، بعد 50، بعد 65، 70، 75 است الاخر. حاجی ببین کی وسطه، چند تا اینا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 تا چجوری میشه بچه؟ 4 تا میفته این و 4 تا میفته این و این وسطی میشه میانه. میانه بهش چارک دومم میگن. حالا فعلا همینو بدون، میانه چارک دومم هست. ممکنه بگی آقا اگه تعداد زوج باشه چی؟ کسی وسط نمیفته که. بچه تعداد زوج باشه در واقع دو نفر وسط میفتن، وسط اون دوتا وسطی ها میشه میانه. بذار الان بهت میگم. اول چارک اول و سومو بهت بگم چی هن. ببین خود میانه گفتیم چارک دومه. بچه ها میانه مگه داده ها رو دو نیم نمی کنه، دو بخش نمی کنه، دو قسمت نمی کنه؟ اگه تو نیمه اول داده ها دوباره بری میانه شون رو پیدا کنی، پس میانه دیگه کلن، میانه کل که میانه است، میانه نیمه اول داده ها وسط اینا میشه چارک اول، میانه نیمه دوم داده ها میشه چارک سوم. آقا بین چهار تا کی وسطه؟ همونی که بهتون گفتم، عملا کسی وسط نیست، دو تا این وره، دو تا در واقع میتونیم بگیم دو نفر وسطند. وسط این دو تا، وسط 40 و 50، یعنی جمع 40 و 50 تقسیم به 2، 45 میشه چارک اول. دوباره میانه نیمه دوم داده ها، یعنی میانه وسط این چهارتا، یعنی وسط این دوتا، یعنی 115 میشه چارک سوم. حواستون باشه چارک اول، میانه یا چارک دوم و چارک سوم رو لطفا خوب بشناسین، چون تو بخش دوم جزوه راجب نموداری صحبت میکنیم به نام جعبه‌ای که اصلا پایه و اساسش همین چارک ها هست. خب سوال بعدی، دوباره یه سری داده آماری داریم، بچه میانگین خواسته دیگه، میانه نخواسته. حالا ما میتونیم پیدا کنیم چه اشکال داره. بچه اینا رو من مرتب کردم،
دوباره 9 تا داده بوده، 4 تا این ور 4 تا اون ور، میانه میشه داده وسط، این 17 میشه میانه. نیمه اول رو نگاه کن، نیمه دوم رو نگاه کن، میانه نیمه اول یعنی وسط این دوتا. خب 16 و 16 وسطشون هم 16 دیگه، میشه چارک اول. اینجا هم همینطور 18 و 18 وسطشون میشه 18، میشه چارک سوم. خب پس اینو من فعلا اضافه پیدا کردم.